یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. راویان دانا و ناقلان و توانا و قصه گویان کهن و چابک سواران دشت سخن، با همت تمام گردونه کلام را این گونه به گردش درآورده اند که لطف علی بعد از رها شدن از بند اهل قبیله با هدایت سیمرغ به طلای جادوگر و دوال پای بی آزرم و سمج رسید. این نوشدارو مرده را زنده می کند. دختر نوزر که جای خود دارد. آنجا بود که پی برد این دو دیو سیرت عامل نوشدارویی معجزه آسایند، دارویی که با نام ماه‌منیر نیز گره خورده است. عطار جوان بعد از وقوف بر خاصیت معجزه آسای نوشدارو آن را ربود و به سوی مستوران گرید. دو طبیبی که نتوانستند. از آن سو نیز حاکم مستأصل از ناتوانی طبیبان در مداوای دخترش اعلام کرد که هر طبیبی بتواند ماه‌منیر را به زندگی بازگرداند، بزرگترین آرزویش برآورده خواهد شد و در صورت ناتوانی در این کار به تیغ جلاد سپرده خواهد شد. اکنون لطف علی است و نوشدارویی که میتواند او را به عشقش برساند، اما به دست راهزنان اسیر میشود. ده سکه زر برای معاوضه با این طبیب. لطف علی دل در التهاب از دست دادن نوشداروست که قضا رئیس قبیله وحشی ها از راه میرسد. امید هر کسی به نیازی و حاجتی است. امید ما به رحمت بی منتهای توست. خوشبختانه خطر رفع شده. نتیجه رمل و استرلاب با تعبیر خواب مطابقت دارد. درست بگو ببینم تعبیر چه میگوید. به زودی ماه‌منیر خانم از بستر بیماری در سلامت کامل برخواهد خواست. از قدیم هم دیگر رو میشناسیم. جادوگر که دوستی سرش نمیشود. صد بار خودت نگفتی؟ این معامله به نفع شما هم هست. نه، من به این مرد بدهکارم. تا دوستت با تو بماند برای وقتی دیگر. غزال، فکر کنم موقع پرداخت دستمزد فرا رسیده. بعد از دیدن شکنجه و کشته شدن پسر آن زن، هرگز گمان نمی‌کردم روزی از دیدن شما اینقدر خوشحال شدم. دنیا بالا و پایین زیاد دارد. باز همه یک دیگر خواهیم رسید. شما نشان دادید که به پیمانتان با قبیله ما صادقید. جز این نیز انتظار نداشتم. حال دو تن از یارانت را با این طبیب همراه کن تا او را به دروازه مستوران برسانند. من نیز به پاس وفاق بی بدیلتان زمان رسیدن کاروانی پر از مال و تجاره گرانبها را در اختیارت قرار می دهم.
ما چشم از اموال این کاروان گرفتیم، اما امشب با دستانی پرتر از هر شب به قبیله باز میگردیم. منظورت؟ امشب ما با انبانی پر از اعتماد به هم پیمانان ما به قبیله باز خواهیم گشت. این ثروت از مال و زری که شما از کاروان در راه خواهید رو بود غنی‌تر است. غزال، خیال نکنی هر وقت خواستی میتوانی مرا سپر بلایت قرار دهی. کاری بی دستمزد برای اهل قبیله انجام دادی، جبران شد. بعد از این مراقب باش به دست راهزنی اسیر نشوی. اگر شدی دیگر مرا به عنوان حامیت معرفی نکن. در راه می آمدی لطفعلی را ندیدی؟ نه، لطفعلی را ندیدم. سپاسگزارم. تا کی می خواهی از مسافران سراغ لطفعلی را بگیری؟ در حجرت رو ببند، برو دنبالش. جوان، نگرانم، نگران. بالاخره کوه و بیابان است و هزار خطر. نمی گویم خدای ناکرده ماری، عقربی، روتیدی لطفعلی را زده باشد، یا که گرفتار خرس و گرگ و پلنگ بیابان شده باشد. نمیگویم از کوه افتاده و گرفتار تیغ راهزنان شده باشد. نمیگویم سائقه بر سرش فرود آمده. نمیگویم خدای نکرده استخوان‌هایش. اینها را نمیگویی میخوایی چه بگویی ها؟ نمیگویم، نمیگویم. هیچی، نمیگویم. چی میخواهم بگویم؟ گفتی به دنبال لطفعلی بروم، باشد، میروم، فردا میروم. بیا. سلام بر شما. سلام لطفعلی جان. خوش آمدی لطفعلی جان. سلامت باشی. چرا خونیست؟ جای نگرانی نیست. زخبر نداشت. جای نگرانی نیست. تا حالا کجا بودی؟ دلم هزار راه رفت. صاحب فردا میخواست که حجره رو ببندد و به دنبالت به راه بیفتد. فردا چرا؟ همین حالا میخواستم بیایم. باشه. بروید، به گاردن برسید. بروید. فایده، فایده. لطفعلی واقعا کجا بودی؟ مفصل است. نکنه تو هم شنیده ای دختر ها که مریض است جانت به خطر انداخته ای رفته ای طرف قبیله وحشی ها برایش در ما پیدا کنی ها؟ اتفاقا پیدا کردم. خب برو، برو امانت، چرا اینجا آمده ای؟ میروم مقداری دارو از حجه بردارم و برم. من میخوای به امارت بروی؟ آری. از اجالتاً یک ساعتی از عمرت باقی است. با اینها میخوای مهمونی را درمان کنی؟ جای این حرف ها بگو ببینم در ده روز گذشته در مستوران چه خبر بوده؟ خوشحالم اگرچه دیر، ولی بالاخره برگشتی. گمان کردم به بونتوس رفته ای تا عروست به خانه وقتش بیاوری. هزار بار به تو گفتم صاحب، سوده برای من مثل خواهر است. پس نمیخوای با سوده ازدواج کنی؟ نه. Oh.
عزیزکم سالمی؟ بله پدر. خر مرد حسابی، این وقت شب کیسه زر رو بر گردن آویخته ای. کیسه زر که نیست، کیسه نقره، کیسه روی، اصلا هرچه. دلم به این خوش بود که بتوانم واسطه انتقال بخشی از اموال فرادستان به انبان فرودستان باشم. پس واقعا امانت هست. چطور مثل عجل معلق اینجا پیدایت شد؟ میرفتم تا بیماری دختر حاکم را درمان کنم. مرد ناحسابی، بهترین طبیبان ولایات اطراف از درمان ماه منیر خانوم عاجزند. آن وقت تو میخواهی بروی آن کاری را که طبیبان حاضر انجام ندادن تو انجام دهی؟ به کار خودت اطمینان دارم، وگرنه چون این ادعایی نمی کردم. من نه در محکمه کاری دارم و نه با گزمه و بلدیه درگیری. طبیبی هستم که می خواهم به یاری پروردگار عالمیان ماه منیر بانو را درمان کنم. خداوند تبارک و تعالی خواست سر یک گوسفند دیگر را از ذبح شدن نجات دهم. آخر چرا به اندازه یک گوسفند عقل در سر نداری؟ میگویم نرست، میگوید بدوش. بدبخت، آواره، بیچاره. اصلا میدانی حضرت حاکم امروز مرا برای چه مأموریتی نزد ملا حسین فرستاد؟ خیر، از کجا باید بدانم؟ دعا. عازم خانه ملا حسین شدم تا از او بخواهم برای شفای ماه منیر خانوم دعا کند. خب این سخن چه دخلی به من دارد؟ نمیدانی؟ یعنی حضرت حاکم از امثال تو ناامید شده. بازم میخوایی سرت را برباد دهی؟ اصلا بگو ببینم اسمت چیست؟ لطفعلی. لطفعلی جان، جانت را بردار و به خانه خود برگرد. اگر هم از این ولایت نیستی بختت بلند است، امشب را در خانه من سر کن که پشت دیوار آن امارت است و میهمان تلخک امارت باش. فردا هم با اولین کاروان بازگرد. چرا؟ با 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 آخر با چه زبانی باید به تو بگویم که نمیخواهم سرت را به تیغ جلاد بسپارند؟ هم به خاطر این که جوانمردی کردی و به یاریم شتافتی، هم نمیخواهم خون بیگناهی بر زمین ریخته شود. بابت دلسوزیت از تو سپاسگزارم، اما سخنانت خللی در تصمیم من ایجاد نخواهد کرد. چرا؟ چون به علم خود ایمان دارم. پس با شتاب به سوی قتلگاه تشریف فرما شد. اما قبل از ورود به امارت باید وصیت‌نامه خود را بنویسی. خب بگو ببینم، تو اهل مستورانی یا ولایت دیگر؟ در همین شهر زندگی میکنم. پس تنها کاری که میتوانم برای تو انجام بدهم این است که به جلاد بگویم قبل از زدن گردنت شمشیرش را خوب تیز کند. اگر خدا بخواهد و
موفق به درمان ملکه آینده مستوران شوم، کاری خواهم کرد که توی دستی در این شهر باقی نماند. چه شده؟ قربانت گردم، بر من ببخشایید. مهیای رفتن می شدم که حاجب خبر آورد طبیب دیگری می خواهد ماه منیر خانم را معاینه کند. از شوق دیدن بهبودی حال ایشان فرصت نکردم لباسم را کامل کنم. شتابان آمدم تا شاهد احوالات ایشان باشم. و اگر نشود شاهد گردن زدن آن بیچاره باشی. تو دلت لک زده برای تماشای گردن زدن. بگو زودتر بیاید، منتظرش هستیم. کاتب بنگار. قربانتان گردم، اجازه میفرمایید بروم لباس رسمی ببرم؟ لازم نیست، بمان. قربان سرتان بگردم، مشاور اعظمتان به کمک لباس مشاور اعظم است. کسی بی زین و یراق او را تحویل نمیگیرد. این لباسش مایه آبروریزی است. هدایت، لااقل به خاطر وضعیت روحی حضرت حاکم زبانت را گاز بگیر. لطفعلی طبیب و عطار مستورانی اجازه ورود می‌خواهد. فلفور بیاید. واقعاً اجداد شما انسان‌ها درست گفتند. کار کردن خر، خوردن یابو. فردا قرار است این یابو نوشدارو را بگیرد؟ آری. ولی دوالپا، اگر جلوی زبانت را نگیری، سر هر دوی ما را به باد خواهی داد. که چه گفتم به این یابو؟ چه نگفته ای؟ به جای این حرفا، به فکر پیدا کردن عطارزاده باش، که اگر امشب نوشدارو را پیدا نکنیم، هر دو هلاک می‌شویم. غلط کرده؟ تا هلاک شدن همه آدم ها از این دنیا نخواهم رفت. نوشدارو هم پیدا نشد، داروی دیگر تحویل میده. این خود را فراموش کن، صاحب کارمان پخمه نیست. من نمیدانم ساحره قهاری چون تو چرا باید از مشاور اعظم بلادی بی این کوچکی این همه هراس داشته باشد. همه این حقارت ها را به خاطر پسرم گرگین میکشم. اگر تو هم مثل من کیاوش را می شناختی، این گونه سخن نمی گفتی. سیاستر و ریاکارتر از این مرد من ندیدم. تو می دانی مردم چقدر حرف سرد به پسر من زدند؟ آری طفل معصوم به پای من سوخت. همین مردم بی حیا نمی گذاشتند فرزندانشان با پسر من هم بازی شوند. همین عقده باعث نفرت و کینه توزی شد. نفرت از همه، حتی من. تا اینکه پسرم دل به دختر آسیابانی داد. از قضا دختر هم دل به پسر من باخت. راستی؟ چرا باید به تو دروغ بگویم؟ عشق دختر آسیابان عقده از دل پسرم رو بود و دیگر یاد ندارم گرگین به بدی با مردم صحبت کرده باشد. تا اینکه یک نامرد برای شکار به اطراف آسیاب رفت، میخواست به دختر دست درازی کند و دختر بیچاره برای دفاع از ناموسش جان خود را داد. عاقبت مشخص نشد مسبب مرگ دختر چه کسی بود؟ خیر، چرا من با تو سخن میگویم؟ برویم در پی پیدا کردن نوشدارو. برویم.
حال دانستی اگر نشان کسکار عطار را از غزال نمی گرفتم اکنون چه بدبختی ها داشتی؟ ماه منیرم اجازه هست؟ بیا فائقه. خانم جان، طبیب تازه‌ای برای طبابت به امارت آمده است. این دو هفته بر من دو سال گذشت. بس که با آمدن طبیبی شاد شدم و با رفتنش اشک ریختم. این یکی هم مثل همانها. اسمش چیست؟ از کدام ولایت آمده؟ میگویند نامش لطفعلی است. در بازار مستوران عطاری دارد. تو هم شنیدی فائقه؟ فکر کنم مهمونی خانم بود. منیر دخترم، صدای مرا میشنوی؟ بگو بیاید. طلا و دوالپا در پی لطفعلی و البته با هدف به کف آوردن نوشدارو به بازار مستوران رفتند. عطاری لطفعلی کجاست؟ آنجاست. آنها خوب می دانستند که شکست در این مأموریت چه عقوبت دردناکی برایشان رقم خواهد زد. لطفعلی کجاست؟ زود بگو تا از کوره در نرفتند. تو دیگه چه جانوری هستی؟ آه دستم، دستم، دستم رو راه کن. آی دستم، دستم رو شکنجی چه میکنی؟ حالا وقت لال شدن نیست. صاحب کارت کجاست؟ پیدایش کردی سلام و من را نیز به او برسانی. عرف بزن. دستم رو شل کن. کجاست؟ گفتم که نمیدانم. لطفعلی را نمیگویم. نوشدارو کجاست؟ نوشداروی کدام مرض را میخواهید؟ نیست، نیست، نیست. دستم شکر. نوشدارو نیست، دوالپا نیست، اینجا نیست. به خانهش میروی. خانه لطفعلی کجاست؟ دستم را شل کن تا بگویم. شل نمی کنم، حرفت را بزن. بس سکوت اختیار میکنم. از همین حالا می توانی مردم را برای تماشای اعدام این بخت برگشته در یکی از میدانهای شهر دعوت کنی. قربانت کردم. این بخت برگشته حتی یک دست لباس مناسب به تن ندارد. چگونه می خواهد کاری را که طبیبان مشهور نتوانستند انجام بدهند به انجام برساند؟ اجازه می فرمایید؟ ظاهراً این جامعه سفر به کوه و صحرا ایجاد شبهه کرده است. باید عرض کنم که من با علم خود بیمار شما را به زندگی باز می گردانم، نه با رخت و جامم. بسیار خوب، اول درمان کن. بزرگان نگفتن مگر که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. هان، اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟
آفرین هدایت. حیف که گاهی مثل گرگ درنده می شوی و گاهی هم مثل سگ پاچه می گیری. البته به قول همان شاعر، اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. احسنت. و این هدایت بیچاره چه می داند روان آدمی چیست؟ جناب مشاور اعظم راست میگوید. با زبان آدمیت با من حرف نزن، با زبان مشاور اعظم حرف بزن. بسیار خوب، حوصله شنیدن این اباطیل را نداریم. مجادله بیهوده را رها کنید. اما تو میدانی که اگر نتوانی دختر ما را به زندگی بازگردانی، تو را دست جلاد خواهیم سپرد. آری میداند، اما اگر این کار بزرگ از دست تو برایت، هر خواسته ای داشته باشی ما برآوردش میکنیم. در مهارت من شک نکنید جناب حاکم. جای این حرفا بگویید اتاق بیمار را خالی کنند و من را با وی تنها بگذارند. تنها تو را دخترمان با یک نامحرم؟ بسیار خوب. فقط ایشان میتوانند حضور داشته باشند. گرفتار عذاب وجدان کشتن داراب به گورستان رفت، رفت تا شاید سوگواری بر مزار عشق دیرین، روح پرتلاطمش را قدری آرام سازد. امیدم به تو بود، تو هم رفتی و مرا تنها گذاشتی. میدانستم که با آمان هم آوردی، اما باور نمیکردم. لعنت به این دست آن شمشیر را فرود آورد. لعنتی آورد، چاره ای نداشتم. تو که قاعد و قانون قبیله را می دانستی، قبول کن، قبول کن که نباید به رسم و رسوم قبیلت خیانت میکردی.
صد بار دیگر هم زنده شوی و باز به قبیلت خیانت کنی، کشته خواهی شد. قبیله با قوانینش زنده است. اگر وصیتی داری بگو تا شاید این گونه محبتت را جبران کنم. تو غیر از حرف زدن درباره مرگ کار دیگری بلد نیستی؟ با مردگان فقط باید از مرگ حرف زد. تو از زمانی که وارد این اتاق شده ای مرده ای، خود نمیدانی. پس برو و بگذار این مرده به کارش برسد. اوی طبیب، اینجا موال نیست. این بوی چیست؟ کمتر قرولند کن. گفته بودم که جانت در خطر است. صبر کن. برای تو تا خروسخان صبح صبر می کنم. فی الواقع تا همان زمان اجازه ی حیات داری. حضرت حاکم می پرسن چه شد؟ بگوی تا خروسخان صبح صبر کنند. چند بار میپرسی؟ گفتم که از قبل روی سرم خراب شدن. شتاب کنید. یعنی دزدکانی بودند حتما. در آن حجه به جز سنجد و انداب متاع دندانگیر دیگری هم هست مگر؟ ببینم اصلا با اجازه چه کسی تا بوق سگ حجه را بازنگاه داشتی؟ چه شد؟ بدهکارم شدم؟ چه شده؟ های الله صاحب، از جان شویم چه میخواهید ها؟ ما چه میخواهیم؟ من شکایتی ندارم. شما را به خیر و من را به سلامت. بفرمایید. ای بابا برویم. زهر مار بخوریم. صاحب جان رای بشکند دست نامردی که به این روز عدد داخته. ببین چه بر سر پهلوان و خانم آوردند. باید آنها را می دیدی. روزگارشان را سیاه کردم تا یکی دو ماه قد راست نمی کنن. شوی پهلوان تو حریف ده مرد است. حالا چه بردند؟ چه داریم که ببرن؟ گویی از زمانی که لطفعلی ادعا کرده برای درمان مامونی به امارت می روند
این ابلهان گمان میکنن نوشداروی بیماری دختر حاکم در حجره است. لطفعلی برود امارت؟ پندار میبافی؟ شاید باور نکنی ولی اگر لطفعلی به کلش خطور نکرده به امارت برود نباید حالا اینجا بود؟ خودت را در چاهی انداختی که بیرون آمدن از آن محال است. کافی است. اگر کاری از دستت برمی آمد، تا حالا تغییری در احوال ماه منیر خانم ایجاد شده بود. پس فطرت، تو از همه طبیبان بیشتر ما را امیدوار کردی. به همان اندازه هم شکنجه خواهی شد. شکنجه چرا؟ جلاد! جلاد! مردک حق باز سر این مردک بده من خودم میزنم. مردک ما رو به بازی گرفته ای. من که ببندم جهانت رو. مرا به بازی گرفته ای. همه ما را به بازی گرفته ای مردک. سرت را از تنت جدا میکنم. قربانت شد. حمل بفرمایید. دستمان به خون این مردک حق باز آلوده نشده همینجا مسلح کن. قربان. نه 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 سب کن. این مردک نابکار کار نابلد را مانند هم پالگی هایش به میدانگاه میبری و آنجا گردنش را میزنی تا درس عبرتی باشد برای آیندگان. قربان. نه 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 سب کن سب کن. نه 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 نمیتوانیم سب کنیم که این مردک را تا میدانگاه ببری. پس در نتیجه باید همینجا مسلحش کنی. گردنش را همینجا بزن. قربان چیزی بگو. این طبیب با بقیه از زمین تا آسمان توفیر دارد. شاید هنوز داروها اثر نکرده. طبیب مردک این طبیب است. گربه که دور باشد موش به رخصیدن میافتد. همین جا گردنش را بزن مردک حق باز. بزن گربه. نخور نهایت کن. چیزی بگو. نزن. درست شنیدیم. صدای عطسه ماه منیر است. آره قربان. ماه منیر جان. دخترم. آره. ماه منیرم. ماه منیر جان. دخترم. دخترم. آره. ماه منیر جان صدایم را میشنوی؟ خدایا شکرت. خدایا خواب گذار رهایش کن. دخترم صدایم را میشنوی؟ ماه منیر چشمهایت را باز کن. ماه منیر خدایا شکرت. شقیقه هایش را بمالید.
مرا به کتابخانه امارت ببرید. الان وقت رفتم به کتابخانه است مردک. حضرت حاکم درست میفرماید. بیمار اینجاست و تو سراغ کتابخانه را میگیری. مرا به کتابخانه امارت ببرید. طبیب هرچه میگوید گوش کنید. ببریدش به کتابخانه. برم شقیقه هایش را بمالید و اون سنگ را در زیر بینیش بگیرید.